یکی از حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در مقر اصلی پارلمان اروپا در بروکسل نوشت: شورای ملی مقاومت سرفراز از یک پیروزی قضایی در انگلستان روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا بزرگترین گروه این ائتلاف را از لیست سازمان‌های تروریستی خود خارج کند. مریم رجوی پس از دیدارش با قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت: این اتحادیه باید بلادرنگ به حکم قانون احترام گذاشته و نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خود حذف کند. هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف در استان دیالی عراق مستقر هستند. ماه گذشته یک دادگاه در انگلستان به مقامات این کشور دستور داد نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های ممنوعه خارج کنند. دولت انگلستان از این حکم فرجام خواست، اما دادگاه تقاضای فرجام این دولت را مردود دانست و تأکید کرد که هیچ دلیلی برای قابل بررسی بودن این درخواست وجود ندارد. از آنجا که دولت انگلستان مبتکر وارد کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است، این حکم یک پیروزی بسیار مهم برای این سازمان محسوب می شود. مجاهدین کارزاری را برای مبارزه با این نامگذاری از سالهای پیش ادامه داده است. سازمان مجاهدین خلق ایران همچنین سال گذشته یک پیروزی بزرگ دیگر را علیه اتحادیه اروپا هنگامی به دست آورد که دادگاه عدالت در لوکزامبورگ بر حذف نام این سازمان از لیست تروریستی اتحادیه اروپا رأی داد. خبرگزاری فرانسه با مخابره عکس‌هایی از حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در جلسه‌ای در مقر اصلی پارلمان اروپا در بروکسل گفت: روز 18 دسامبر 2007 مریم رجوی با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان اروپا در بروکسل از اتحادیه اروپا خواست تا بر حکم دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی گردن بگذارد.